کولبر و سوختبر را چرا می کشند؟ روزهای گذشته باز هم در فضای مجازی خبرهایی از جانباختن مظلومانه جوانانی که به خاطر نان مجبورند با جان بازی کنند منتشر شد، از شمال غرب کشور تا مرزهای جنوب شرقی. مزدوران حکومتی روز 27 مهر در ارتفاعات مرزی چالدران به سوی دسته ای از کولبران آتش گشودند که در جریان آن امین شمس، کولبر 31 ساله، مورد اصابت 3 گلوله قرار گرفته و جان باخت. او اهل روستای ملا حسن شهرستان ماکو و پدر 2 فرزند بود. جرم امین شمس چه بود؟ امین تنها 3 بوکس سیگار همراه داشت و روز قبل از آن هم در مرزهای جنوب شرقی کشور در منطقه مرزی روتک میرجابه داوود رخشانی در حالی که فقط 1 گالون 20 لیتری بنزین حمل می‌کرد در کنار پاسگاه روتک بر اثر تیراندازی بی‌رحمانه و مستقیم ماموران رژیم به ناحیه شکم به قتل رسید. حکومت آخوندی این جوانان محروم را متجاوزین مرزی و کشتار بی‌رحمانه آنها را مبارزه با قاچاق می‌نامد و این در حالی است که در روزهای گذشته اطلاعات ارتش عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که ستاد عملیاتی دیالی بزرگترین عملیات قاچاق دارو از ایران به عراق را خونسا و محموله را توقیف کرده است. با شنیدن این خبر می شود پی برد که چرا پاسداران کولبران و سوختبران را به گلوله می بندند، چون می خواهند انحصار قاچاق در اختیار خودشان باشد.